سرخط خبرها. اعزام ده ها جنگنده F-16 آمریکا به خلیج فارس. آمریکا به نیروهای خود در مرز با ایران دستور آماده باش داد. ادعای جنجالی فرمانده نظامی اوکراین درباره حمله به روسیه. و افزایش اختلاف بین پوتین و فرمانده واگنر. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. اعزام ده‌ها جنگنده F-16 آمریکا به خلیج فارس. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده روز جمعه 23 تیر ماه اعلام کرد این کشور با هدف مقابله با توقیف کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 به خلیج فارس اعزام می‌کند. این اقدام در جهت تقویت هواپیماهای جنگنده ایده ایالات متحده صورت می‌گیرد. به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، این مقام ارشد گفت ایالات متحده در آخر این هفته، شنبه و یک شنبه 24 و 25 تیر ماه، جت‌های جنگنده F-16 را به منطقه خلیج فارس اعزام می‌کند تا هواپیماهای تهاجمی ایده که بیش از یک هفته در محدوده تنگه هرمز مشغول گشت‌زنی هستند را تقویت کند. به نقل از این مقام ارشد که نامش فاش نشده، هدف از اعزام و استقرار جت‌های جنگنده F-16 در منطقه، تأمین حفاظت و پوشش هوایی برای کشتی‌هایی است که در خلیج فارس در حرکتند و از تنگه هرمز عبور می‌کنند. به گفته او این اقدام، نظارت ارتش آمریکا در منطقه را افزایش داده و عاملی بازدارنده در برابر جمهوری اسلامی خواهد بود. آمریکا به نیروهای خود در مرز با ایران دستور آماده باش داد. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، شبکه المیادین صبح روز شنبه خبر داد، آمریکا نیرو و تجهیزات به مناطق تحت اشغال خود در شرق و شمال سوریه ارسال کرده است. المیادین به نقل از منابع خود در این باره گزارش داد، آمریکا عناصر موسوم به اسنادید و جیش السوار و همچنین تجهیزات نظامی دفاعی جدید به پایگاه‌های خود در میدان‌های گازی و نفتی در استان دیرالزور ارسال کرده است. به گفته این منابع، واشنگتن به شبه نظامیان کرد موسوم به نیروهای دموکراتیک روسیه و گروه‌های وابسته آنها ابلاغ کرده است که برای هر گونه حمله احتمالی به منطقه از کرانه غربی تا رود فرات آماده باشد. ادعای جنجالی فرمانده نظامی اوکراین درباره حمله به روسیه. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون الجزیره، فرمانده نیروهای مسلح اوکراین با تاکید بر عزم کیف برای پس گرفتن شبه جزیره کریمه و استفاده از هر گونه سلاحی برای تحقق این منظور گفت کیف از کشورهای غربی برای حمله به روسیه اجازه نخواهد گرفت. والری زالوژنی گفت شیوه جنگ با دشمن مسئولیت اوکراینی هاست و اگر شرکای غربی از استفاده از سلاح‌های ارسالی می‌ترسند، ارتش اوکراین به اندازه‌ای که لازم باشد از سلاح‌هایش استفاده خواهد کرد. زالوژنی افزود نیازی ندارم که درباره اقداماتی که برای نجات ملت خودم در سرزمین دشمن انجام می‌دهم اجازه بگیرم. حمله متقابل برای پس گرفتن زمین‌های اشغالی و شکست دادن روسیه و کاهش تلفات اوکراین مستلزم دریافت منابعی است که هنوز آنها را در اختیار نداریم. زمانی که اوکراینی‌ها ابزارهای لازم را به دست آورند، هیچ کسی آنها را برای پس گرفتن شبه جزیره کریمه متوقف نخواهد کرد. و افزایش اختلاف بین پوتین و فرمانده واگنر. به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون BBC، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد، رهبر واگنر پیشنهاد وی را درباره فعالیت این گروه رد کرده است. ولادیمیر پوتین گفت، یوگنی پریگوژین رئیس گروه واگنر پیشنهاد او را برای اجازه دادن به جنگجویانش برای خدمت در چارچوب واحدی در ارتش روسیه رد کرده است. ابهام این گروه را از زمان شورش کوتاه مدتش در روسیه در ماه گذشته احاطه کرده است، ولی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد معتقد است گروه شبه نظامی واگنر به رغم اینکه در نواحی تحت اشغال روسیه در منطقه دونباس همچنان حضور دارد،
ولی دیگر در هیچ ظرفیت قابل توجهی در نبرد اوکراین مشارکت ندارد. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.